اسم سیرجان را که شنیدید. سیرجان شهری در جنوب غربی کرمانه که جاذبه های بسیار زیادی داره. اما در بین تمام اونها یک باغی وجود داره که از درختاش به جای میوه سنگ آویزونه. باغ سنگی سیرجان رو شخصی به این شکل درآورده که اکنون دیگه در قید حیات نیست. اما داستانهای جالبی برای ساخت اون داره. اطراف این باغ که بیابونه حس دلهره آوری رو به اون داده که به عجیب بودن اون هم کمک کرده. این باغ رو فردی به نام درویش خان اسفندیارپور ساخته که روایات مختلفی در مورد ایشون وجود داره. و ما در ادامه به داستان پشت پرده این باغ عجیب میپردازیم. پس حتما تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. اما لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارشو بزنید. درویش خان اسفندیارپور شخصی ناشنوا و لال بود که در اطراف این منطقه یک سری زمین‌هایی برای کشاورزی داشت. روایات زیادی در مورد ایشون در میان مردم شنیده میشه. افرادی میگن از اونجایی که نام خان بعد از درویش به چشم میخوره، ایشون به احتمال زیاد جزو خانواده های مهمی بود که در نزدیکی شهرستان سیرجان زندگی میکرده. اما به هر حال چیزی که واضحه اینه که او زمیندار بود و در این منطقه کشاورزی میکرد. برخی اعتقاد دارن که او علاوه بر کشاورزی از راه چوپانی هم امرار معاش میکرد. در آخرین عکس هایی که از درویش خان وجود داره، ایشون فردی مسنه که با ریش های سفید و بلند توی این منطقه زندگی می کرده. در سال 1340، به خاطر اصلاحات ارضی، درویش خان اسفندیار تمام زمین هاش رو از دست داد و این مسئله ایشون رو بسیار ناراحت و ناامید کرد. پس از گذشت چند سال، او هنوزم به خاطر از دست دادن زمین هاش ناراحت بود، با تصمیم گرفت که اقدامی کنه که نشانه این ناراحتی باشه. او یک روز صبح این ایده به ذهنش رسید که از درختان خشک شدهش سنگ آویزون کنه. درویش خان اسفندیار شروع به حفر کردن چاله هایی در زمین خشک کرد. او درختای خشکیده رو در این چاله ها به وسعت زیادی کاشت و این کارو هم ادامه داد. بعد زمانی که کاشت این درختان خشکیده تمام شد، شروع به آویزون کردن سنگ هایی از شاخه های درختا کرد. و در نهایت وسعت این باغ سنگی به 1000 متر رسید و 180 درختی که درش کاشته شده بود و سنگهایی که مانند میوه‌اش آویزون بود، حس غریب و گاهی هولناک رو به این باغ داده بود. میگن که درویش خان از این کار بسیار راضی و خوشنود شده بود و حس میکرد که نشانه ناراحتی و اعتراضش به باقی منجر شده که هرگز از بین نمیره. خانوادهش میگن که شاید به دلیل اینکه نمیتونسته صحبت کنه این نوع اعتراض به ذهنش رسیده. البته بجز سنگ ایشون چیزهای دیگری مثل لاستیک‌های پنچر شده، آینه‌های شکسته و فنر و هر چیزی که به نظر میرسیده رو به درخت آویزون کرده. اما خب بخش بیشتر باغ سنگی سیرجان رو همون میوه‌های سنگی تشکیل دادن. بعضیا میگن که درویش خان اسفندیارپور از یک زمان به بعد برای هر اتفاقی که توی زندگیش میافتاده سنگی از یک درخت آویزون میکرده. مثلا زمانی که یکی از نزدیکانش فوت میکردن، او یه دونه سنگ جدید رو از درخت ها آویزون میکرد. بعضی از مردم هم میگن که داستان آویزون کردن سنگ ها از یک شب شروع شد. گویا یکی از شبهایی که درویش خان خواب بوده، خواب میبینه که در باغی سنگیه. او پس از بیدار شدن تصمیم میگیره که باقی به همون صورت که در خواب دیده بوده رو بنا کنه. افراد دیگه هم اعتقاد دارن که درویش خان بعد از مدتی به جنون رسیده بود و این کار رو تنها از روی اینکه دیگه فکر درستی نداشته انجام داده. البته در بین همه این روایات و شایعاتی که موجوده، داستان غم‌انگیز از دست دادن زمین‌ها واقعی‌تر به نظر میرسه.
گویا خانواده درویش خان این موضوع رو قبول کردن که بعد از دست دادن زمین ها بود که ایشون شروع به درست کردن باغ سنگی سیرجان کرد. اما خب به دلایل زیادی به طور حتم نمیشه گفت که اصلی ترین ریشه ایجاد این باغ چی بوده و از اونجایی که این فرد از نعمت کلام هم محروم بوده نمیتونسته بجز زبان اشاره حرفای دیگرش رو بزنه و یا اعتراضش رو بیان کنه. یکی از عجایب باغ سنگی سیرجان اینه که بیشتر سنگهای این باغ دارای سوراخی هستن که شاخه ها از داخلش رد شدن. وجود این همه سنگ یکسان با این ویژگی خاص مسئله یکی ذهن افراد زیادی رو به خودش مشغول کرده. اینکه این سنگ ها از کدوم منطقه بودن؟ آیا در همین اطراف وجود داشتن و یا سنگ ها رو درویش خان از مناطق دورتری به باغ می آورده؟ شایعات متفاوتی در این مورد وجود داره. برخی معتقدند که این سنگ ها در یک مکان مشخص بودند که درویش خان اونها رو پیدا کرده و به اینجا آورده. برخی هم میگن که خود ایشون سنگ ها رو به این شکل در می آورده. اما به هر حال کسی تا به حال پیدا نشده که او رو در هنگام سوراخ کردن سنگ ها دیده باشه. خب دوستان، نظر شما چیه؟ آیا شما هم از این باغ دیدن کردید؟ مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگر خوشتون اومد لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید.